جاوید شرفی دایرکتور فدراسیون فوتبال و شعیب عزیزی بازیکن تیم والیبال امنیت ملی اینجا در استودیو تولنوز با من است. آقای شرفی خوش آمدید. سلام خدمت شما تقدیم میکنم، همکارای نهایت عزیزان و علاقمندای برنامه زیبایتان، و امیدوارم امروز سرشار از خوشی ها را سپری کنم. سلام به شما و شعیب جان، خوش آمدید به برنامه. تشکر. سلام علیکم. من همچنان برای شما سلام و تمام بیندگان، خصوصا برنامه ورزش تقدیم میکنم. آقای شرفی، میشه در ابتدا در مورد برگزاری این در رقابت‌هایی که برگزار شده بود بیشتر صحبت کنید؟ بسیار خوب، رقابت‌های ما از مدت 6 روز به این طرف برگزار شده بود که خوشبختانه تمام همه دور مسابقات ما که به دور فاینال خود انشاءالله رسیده، همش مطابق نرم‌های بین‌المللی فدراسیون والیبال افغانستان دایر شده بود که بسیار به شکل مسلمت‌آمیز توفیلا ما پیش بردیم تورنمنت خود، و در ضمنش ما بر علاوه که تورنمنت برگزار ساختیم، ما خواستیم که چهره‌های نخبه را در این تورنمنت خود شناسایی بکنیم، کنار جذب بکنیم به تیم ملی، چون تیم ملی ما مختص به مسابقات انتخاباتی تیم ملی نامختص نمی باشم، و ما در جریان هر تورنمنت میتونیم که بازیکنای بسیار خوب پیدا بکنیم به عضویت تیم ملی افغانستان، تا اینا بتونن در رقابت های بیرون مرزی از خود شایستگی نشان بدن. بسیار خوب. این جام از طرف کمیته ملی المپیک بود؟ نه خیر، از طرف خود فدراسیون والیبال افغانستان دایر شده بود که خوشبختانه یک نوید دیگه هم برای خود علاقمندای والیبال میخوام از طریق تلویزیون زیبای شما خدمت شما عرض بکنم که فدراسیون والیبال افغانستان تونست صاحب یک جام نازیم شود که خود تیم جان سپورت یک ابتکار بسیار خوب از خود نشان دادن و یک جام نازیم آماده ساختن و این جام نازیم در خدمت ورزشکارای علاقمندای والیبال گذاشتن. سابق ما بسیار مشکلات داشتیم، فرض میکنیم هفته 3 روز ما تمرین میکردیم و برای 2 ساعت، و حالی جمنازی هم ما میتونیم که تمرینات خود مکمل هفته اینجا به پیش ببریم برای بخش اونا سوزی کوری ما. این مشکل ما انشاءالله مرفوع است، و برنامه که داریم ما بتونیم که در استراتژی که استراتژی دوامدار ما است، ما بتونیم یک تیم ملی بسیار خوبی داشته باشیم. سر نسل جوان باید بسیار کار بکنیم تا اینا بتونن در رقابت های کشورهایی که همسایه ما مثلا کشورهای جنوب آسیا، اینا بتونن نتیجه خوبی داشته باشن، چون تجربه نشان داده شما ببینید تیم ایران والیبال، تیم ایران هیچ چیز نبود یک 10 سال پیش، و فعلا ایران حرف اول به سطح جهان صحبت میکنن، و ما هم رای ترینرشان در سفر با هم بودیم، شعیب جان هم دو سفر هم رای ما بود در ارومیه تیران، اونا گفتن ما از پیشان معلومات گرفتیم که شما چطور تونستید تیم چ تیم آماده بسازید، باید این 10 سالو تو یک تیم باشه که به سطح جهان مطرح شوه. اونا گفتن ما در قدم اول از تمام یک اعلان کردیم به طریق رسانه ها، کسایی که قدشان از 1.95 بالاتر هستن اینا همشون بیاین پیش فدراسیون والیبال که ما برای عضویت فدراسیون والیبال باشون میدیم. 500 نفر مراجعه کرد برشان، 500 نفر میگم ما پروگرام داشتیم برایشان کار کردیم تا تحلیل یافت با 300 نفر، از بین 3 نفر با می ترتیب بازترشان کار کردن، بالاخره گفت ما تونستیم 50 نفر بسیار عالی را تربیت بکنیم و سرمایه گذاری سرم 50 نفر کردیم، و فعلا حرف اول در جهان داره والیبال ایران، و ما هم کوشش میکنیم که انشاءالله بتونیم به فدراسیون والیبال افغانستان همچو برنامه را انشاءالله تحت پوشش قرار بدیم که بتونیم یک تیمی داشته باشیم که واقعا ملی باشه، و اینا بتونیم در رقابت های بیرون مرزی نتیجه قابل ملاحظه را به کشور برمگردانیم. در مورد حضور بانوها گفتین، چقدر حضور بانوها پررنگ است در عرصه والیبال، و آیا تیم ملی را داریم ما؟ دقیقاً تیم ملی داریم، و خوشبختانه تیم بانوهای ما هم بسیار علاقمندی دیروز مسابقات ما شرکت کردند. می چند روزی که مسابقات هم روزه اونا میان، و بسیار خوشم هستن که یک جمنازی هم با مسابقات والیبال دایر شده، و هفته آینده ان شاء الله برنامه مسابقات بانوها را ما هم داریم در می جمنازی ما ان شاء الله، و بازی است که وا هم علاقمندی زیاد داریم، و ما تیم ملی بسیار خوب از بخش بانوها داریم، و کوشش ما است که در بخش بانوها هم یک برنامه خاص داشته باشیم تا بتونیم کل فوکس ما فعلا سر ازی است که ما بتونیم در رقابت های بیرونی باید نتیجه داشته باشیم. خب این رقابت ها چندمین دورش بوده؟ این هفتمین دوره. هر سال برگزار بله میشه. بله هر سال برگزار میشه، و این هفتمین دوره از رقابت های ما بود. در کدام کاتگوری، در کدام رده سی؟ این تمام باشگاه های آزاد ما گفته بودیم که میتونه شرکت بکنه، و این تورنمنت ما در بزرگ سالا است، و برنامه بعدی ما است که ما بتونیم، چون همین تورنمنت برنامه را ما نداشتیم تا فعلا، ما میخواهیم که بعد از این تورنمنت های را دایر بکنیم که تورنمنت های سینی باشه، مثلا در بین جوانان سنشان از 18 سال بلندتر نباشه، فرض میکنم از 22 بالا نباشن، به همین ترتیب. این تورنمنت ما که بود از بزرگ سالا بود، و انشاءالله تورنمنت های بعدی ما مختص به یک سن قیدش میکنیم که ما بتونیم چهره های جوان را انتخاب بکنیم، چهره هایی که ما بتونیم با آینده فدراسیون والیبال به درد بخوریم. تشکر. شعیب جان، خود در این رقابت ها در کدام تیم بازی میکردی؟ تشکر. در این رقابت ها ما عضو تیم امنیت ملی
در کلاب امنیت ملی بازی میکنم. بسیار خوب. ای باشگاه باشگاهی خصوصی است؟ نه خیر نه، امنیت ملی اداره دولتی است که ما همچنان تقریبا 5 سال میشه که عضویت از امی کلاب داریم و افتخار میکنیم که در این 5 سال متواتر قهرمان مسابقات بودیم. یعنی در هر 5 دور شما تانستن قهرمان شدیم؟ در مسابقات قهرمانی در این 5 سال بله، صرف در یک مسابقه جام کابل توانست پار سال جان سپورت قهرمان نگرفت که ما نایب قهرمان شدیم. دیگه در این 5 سال قهرمان کلاب ها امنیت بوده و همچنان افتخار از این را ما داشتیم که سال گذشته در سطح کشورهایی که کلاب های آسیا، مسابقات کلاب های آسیا که در کشور تایوان در شهر تایپی برگزار شده بود، کلاب امنیت را اشتراک کردیم که در اوجا ما تانستیم که تیم عمان و استرالیا را شکست بدیم. بسیار خوب. در مورد ای که خودت امین مسابقه که تیم تان تانست تا مرحله نهایی پیش بره چگونه میشه که در مورد بیشتر صحبت کنیم؟ دقیقا ورزش ای که ما راهی مرحله نهایی شدیم، تمرینات داشتیم به خاطر آمادگی از این مسابقات، با وجود که تیم ما کمبوتی بسیار 3 نفر کلیدی تیم ما که سیار رحمانی کپتان تیم ملی والیبال کشور بود و حجت الله سیف همچنان بازیکنای کلیدی تیم امنیت ملی و همچنان بازیکنای کلیدی تیم ملی کشور بودن که فعلا اونا خارج از کشور هستن و افتخار از ایران میکنیم که سیار رحمانی در لیگ دوم آلمان فعلا رسما بازی میکنه و حجت الله سیف در لیگ دوی فرانسه. اما با وجود آن هم ما دیگه آمادگی خود داریم که انشاءالله در این مسابقه هم قهرمان از این مسابقات جام کابل شویم. تشکر.